در پوشش ویژه روز نهم جنگ در تیتر اول، خبرنگارانمون در اسرائیل و سراسر جهان شما رو در جریان تازه ترین رویدادها قرار میدن و با همراهی تیمی از زبده ترین کارشناسان جنگی که در خاورمیانه بین اسرائیل و حماس سر گرفته رو از زوایای مختلف بررسی میکنیم. ابتدا میریم به اسرائیل، جایی که همکارانم اردوان روزبه از مرزهای جنوبی اسرائیل با ما همراه میشه و بابک اسحاقی از تل آویو. ابتدا بریم به جنوب. اردوان، راکت پراکنی های حماس ادامه داشته و همینطور میبینیم که بمباران غزه از سوی ارتش اسرائیل. خب نیوشا، من امروز تا دقایق پیش در شهر سترود بودم، شهری که یکی از بزرگترین شهرهاست که در کاملا در مرز غزه قرار داره و با فاصله حدود نزدیک به 2 کیلومتر کاملا به نوار غزه میتونیم بگیم نزدیکترین شهر هستش که با این بزرگی هستش. اما بنابر درخواست پیش از این، شهردار این شهر قرار شد که این شهر تخلیه بشه و امروز این اتفاق افتاد، رسما از ساعت 11 به خاطر اصابت راکت‌های مختلفی که عموما به شهروندان میخورد و هدف مشخص و مستقیمی نداشت، اعلام شد که از ساعت 11 صبح امروز اتوبوس‌های به دنبال مردم خواهند آمد و کمک میکنند که اونا از شهر خارج بشن. اونها میرن بیرون با حمایت مالی که دولت خواهد کرد، اونها در هتل‌ها مستقر میشن در جای آنها و به محض اینکه وضعیت دوباره به حالت عادی برگرده به خونه‌هاشون برخواهند گشت. اما در غزه ما از این طرف از نزدیکی مرز کاملا در جنوب صدای انفجارها رو میشنیدیم، بمباران‌ها هنوز ادامه داره در غزه، اما عملیات زمینی از جنوب هنوز آغاز نشده، به رغم اینکه من در نزدیکی‌های نوار غزه تعداد بسیار زیادی خودروهای زرهی سنگین و همچنین سربازان رو در اطراف شهر سدروت میدم، اما به نظر میرسه که هنوز هم اسرائیل داره بسنده میکنه به بمباران مناطق شمالی غزه. در داخل غزه آنچه که ما میدونیم این هستش که به رغم اینکه اسرائیل هنوز این عمله را عقب انداخته، اما روند انتقال به جنوب خیلی سرعت کمی داره. بیمارستان هایی که هنوز بیمارانی دارن، سازمان ملل میگه که اونها به این راحتی نمیتونن تخلیه کنن، اما اردن هم ساعتی پیش اعلام کرده که خط قرمزش مسئله افراد و مردم در نوار غزه و در شمال هستش. من فکر میکنم با شرایط موجود ما باید با توجه به آمادگی نیروهای نظامی ارتش منتظر باشیم که بخواد عملیات زمینی شروع بشه، اما به تعبیر من این عملیات به خاطر اینکه مردم بتونن از منطقه خطر خارج بشن داره عقب میفته. ممنونم از توضیحات. در دوام بریم به تل آویو. بابک، راکت هایی به سمت تل آویو هم پرتاب شد، به ویژه همزمان با حضور سناتورهای آمریکایی در این شهر. دقیقاً 8 دقیقه پیش دوباره آژیر خطر در اینجا به صدا در اومد و مردم به پناهگاه ها رفتند. دقایقی پیش هم دوباره صدای انفجار مهیبی در تل آویو به گوش رسید بدون اینکه آژیری به صدا در بیاد. هنوز معلوم نیست که این صدای انفجار از موشک بوده و یا اینکه صدای گنبد آهنین است. به سختی میشه تشخیص داد که صداهای مهیبی که بر آسمان تل آویو به گوش میرسه صدای بمبی هستش که موشکی هستش که بر زمین افتاده و یا صدای گنبد آهنین هستش. در هر صورت در نقشه‌ای که اسرائیل انتشار داده، تل آویو در اون در به خط قرمز مشهور هستش و در این خط قرمز آموزش و پرورش اجازه درس خواندن در مدارس را نمیده و در زوم و به صورت مجازی مدارس میتونن کار بکنن. در کنار اون فقط کارهای ضروری هستش که در تل آویو میتونن مردم به سر کارشون برن. در هر صورت امروز من در شمال اسرائیل هم بودم و شاهد تبادل آتشی که نیوشا به نظر هنوز به صورت موش و گربه بازی هستش که یکی حزب الله لبنان میزنه، یکی اسرائیل پاسخ میده و هنوز اون واکنش و اون جنگی که امکان هستش اتفاق بیفته، یعنی بمباران شدید جنوب لبنان و زیرساخت‌های لبنان توسط اسرائیل آغاز نشده و موشک اندازی‌های بزرگی که انتظار میره حزب الله این توانایی را داره که انجام بده هم هنوز انجام نشده. به نظر میاد که هر دو تن در حال حاضر، هم حزب الله لبنان که حاضر نیست در شرایط حاضر وارد یک جنگ بزرگ با اسرائیل بشه که بدون شک زیرساخت‌های کل لبنان
لبنان را به خطر خواهد انداخت و در اون سوی اسرائیل که در غزه در حال جنگ هست حاضر نیست که در حال حاضر وارد یک جنگ دیگه در جبهه دیگر بشه. اما در هر صورت همانطوری که میبینی در اینجا در چند روز اخیر همه چیز امکان اتفاقش وجود دارد و بعید نیستش که ما فردا از خواب پاشیم و ببینیم که جنگ بزرگی در جبهه شمالی هم اتفاق افتاده. ممنونم از هر دوی شما بابک اسحاقی همکارم از تل آویو و دیگر همکارم اردوان روزبه که از جنوب اسرائیل ما رو در جریان تازه ترین ها از جنگ اسرائیل و حماس گذاشتند.